خب میرسیم به بخش توصیه های من به شما که شاید مهمترین بخش این آموزش باشه البته این توصیه ها برای هر امتحانی به ویژه امتحان های شفایی میتونه برای شما کاربردی باشه فقط صرف این امتحان ها که ما داریم اینجا تس اف و تو اف نیستش اولین بخش از توصیه های ما مربوط میشه به توصیه هایی که شما باید خودتون رو آماده کنید چه جوری خودتون رو برای امتحان آماده کنید نو مموریز پا پرپارلو وکابولار بچه ها حفظ نکنید لطفا خیلی از بچه ها سوژه رو پیدا میکنن میرن هم متنش مثلا یه جوابی از یه, یه کتاب هست متاسفانه تو بازار که سوژه رو متنی نوشته حالا اگر بخونید برای اینکه ایده بگیرید خیلی خوبه یا اینکه خودتون صحبت کنید بعد از اینکه متن خوندید ولی میید همون رو حفظ میکنید فکر کنید امتحان شاید همون سوال بیاد و همون رو به صورت حفظ، حفظی برید بگید این اشتباه رو نکنید سعی کنید کلمات رو یاد بگیرید جملات رو یاد بگیرید حفظ نکنید اولا که وقتتون رو خیلی دارید هدر میدید که مثلا یه دونه سوژه ای رو که جا هست به این امید که شاید توی امتحان دقیقا همون سوژه بیاد برید بخونید حفظ کنید و برید اونجا بگید بچه خیلی راحت ممتن کسی که اونجا نشسته من اگر اونجا باشم متوجه میشیم با سابقه که داریم خیلی راحت متوجه میشه شما چی رو حفظ کردید و اتفاقا اگر بفهمیم شما حفظ کردید دو تا سوال میپرسیم ازتون که ببینیم که تایید کنیم که شما حفظ کردید و اون سوالا رو نمیتونید جواب بدید و اصلا کلا امتحانتون رو از دست میدید و حتی نرید گرامر های خیلی پیچیده رو حفظ کنید مثلا مثلا میدی یه دونه سوبژانتیف رو خودتون حفظ میکنید فکر کنید او یس من مثلا سوبژانتیف استفاده کردم نه بچه شما باید یه چیز استفاده کنید که به دردتون بخوره و بلد باشید استفاده شو حفظ کردن توی قسمت دوم نوشتم اون اولیوی لو پلو ما همیشه پایین ترین سطح شما رو میسنجیم یعنی فکر نکنید چهار تا کلمه قلم به سلمه چهار تا گرامر قلم به سلمه به استفاده کردی بگیم آه شما مثلا چقدر گرامرت خوبه نه توی صحبت کرده تو مشخص میشه پس حفظ نکنید قسمت بعدینه که کنسانتر و سور لزانس او لیو دو گرامر و دو وکابل بچا راحت صحبت کنید سعی کنید که روون صحبت کنید به جای که خیلی خودتون رو گرفتار رو گرامر کنید یه دفعه بیافتید مثلا بخواید یه دونه جمل جمله جمله شرطی خیلی دل بگی سی ژوه فه یعنی گیره یه گرامر پیچیده ای ر علکی خودتونرو میندازید یا کلمه پیچیده میندازید و اصلا پیامتون هم منتقل نمیکنید شما اگر که روونتر صحبت کنید همیشه خیلی شانس بیشتری دارید برای که نتیجه بهتری بگیرید سوی کمپرهنسیبل کوهغان باید قابل درک باشه چیزی که شما میگید یعنی بفهمیم قابل فهم باشه منسجم صحبت کن شلخته صحبت نکن یکی این و یکی اون بر حالا درباره صحبت می‌کنم چجوری شلخته صحبت نکن اویتل اَ تکرار نکنید بچه‌ها تکرار کردن نشانه کمبود ساختارهای واژگانی و دستوریه یعنی شما گرامر بلد نیستید و بلد نیستید که تکرار میکنید. و سعی کنید صورت سوال رو تکرار نکنید کلماتشون سعی کنید کلمات خودتون رو استفاده کنید یعنی بتونید سینونیم استفاده بکنید یا خیلی وقتا میتونید زمیر استفاده کنید به جای تکرار کردن اپونه لیمو آن کنتکست کلمات رو بچه ها یه سری کلمات اینجوری توتیواری حفظ این میشه مثلا فلان چیز مثلا کنتکس میشه موقعیت مثلا کنتکست موقعیت کنتکست موقعیت کنتکس موقعیت به درد نمیخوره بچه او یه کلمه یاد گرفتی ببین یه جمله میتونید برش بسازید میتونید یه جمله در یک متنی ازش استفاده بکنید کلمه بچه شما ممکنه مثلا به یه کلمه توی روز حفظ کنید بچه هیچ کسی اونجا از شما نمی کلمه معنیش چی میشه کلمه رو سعی کنید شما پنج تا کلمه یاد بگیرید دو تا کلمه یاد بگیرید و توی کنتکست ازش استفاده کنید اپخانه دباغ لپلوفسیل بعضی وقتا انقدر میرن بچه‌ها سراغ چیزای دشوار پیچیده فکر میکنن که حالا ما خیلی هیجان زده میشیم یا ممتن خیلی هیجان زده میشه مثلا میره یه تونه گرامر خیلی پیچیده ای رو مثلا یاد میگیره در صورتی که فعل حالش رو بلد نیست صرف کنه پس به ترتیب برید جلو بچه ها فکر نکنید الان اون کل اون جمله رو استفاده کردید دیگه رسیدید به حد نهایت یک زبان نه درست صحبت کنید به ترتیب برید جلو اول ساده ها رو یاد بگیرید نوتیلیزه پلی مو لیز اکسپرسیون خیلی کمپلیکه نرید توی گرامر های خیلی دشوار اگر بهتون میگم دشوار یعنی که خب ساعت شما نیست ممکنه خب بعد شما. اگر ساعت خیلی خوبی داشته باشید دیگه خیلی بر شما دشوارم هم نخواهد و استفاده میکنین و لازم نیست من این توصیه رو به شما بود. نرید سراغ چیز خیلی پیچیده که نمیتونید از پسش بر بیاید ای اون پراتیک کوتیدین حتما حتما شما اگر میخواهید برای امتحان آماده توصیه من اینه یه ماه قبل از امتحان حتما باید روزانه کار بکنید یعنی اگر که قرار مثلا امتحان تسف بدید روزانه روی اون سه تا مهارت کار کنید هر روز دارم بهتون میگم هر تا جمعه هر تا روز بعدی اینو اگر انجام بدید مطمئن برای امتحان آماده شد با حفظ کردن گرامر پیچیده برای امتحان آماده بچا نمیشه یک ماه قبل از امتحان سی روز هر روز روی نمونه سوال ها کار کنید ببینید چه نتیجه خوبی خواهید گرفت سیمیول الگزما یعنی یعنی شبیه سازی کنید امتحان بچا خیلی وقتا زمان نمیگیرید با دوستتون حتا میتونید این کارو بکنید حالا ببینید که خب استادتون میتونید این کارو کنید کلاس خصوصی دارید این کارو بکنید با دوستتون این کارو بکنید حتی برید جل... نمیدم دوست هم اگر ندارید برید جل... جل... جلوی یک کس دیگه ای که فرانسه بلد نیست این کارو انجام بدید یعنی زمان بگی خب من 4 4 دقیقه بعد صحبت کنم دو دقیقه بعد صحبت کنم 5 دقیقه بعد صحبت کنم این کارو انجام بدید نذارید اون زمان بندی امتحانتو فقط در روز امتحان صورت بگیره که هول بشید ندینید چی کار بکنید پس شبیه سازی خیلی مهمه و این خیلی نکته مهمه آن روشت وای یکی از بهترین کارها برای آزمون شفایی صداتون رو ضبط کنید درباره موضوع الان ما کلی موضوع داریم دیگه توی امتحان توی این آموزش ما کلی موضوع داریم جوابم نداره خیلیش صحبت کنید مثلا پنج دقیقه در این موضوع صحبت کنید استاب میزنید گوش بدید ببینید چه ایرادایی دارید میگید آقا من همه ایرادا رو نمیفهمم خودم معلومه که نمیفهمم ولی اتو خیلی چیز مهمه در زبان آموزی یعنی حداقل اون چیزایی که خودتون میتونید تاثیر کنید تاثیر کنید اینجوری یاد میگیرید که وقتی صحبت میکنید اشتباهات کمتری داشته باشه به شما خیلی کمک میکنه صداتون رو ضبط کنید گوش بدید سعی کنید ایراداتون رو بنویسید سعی این مهمتر دومین بار صداتون رو ضبط کنید و سومین بار صداتون رو ضبط کنید اگر این کارو بکنید مطمئن باشید خیلی از ایرادهایی که به صورت مستمر در گفتار شما هست از بین میره و توی امتحان خیلی به شما کمک میکنه پس این نکته خیلی نکته اساسیه اکوت رو توی قسمت قبلی هم گفتم حتما هر روز گوش بدید پادکست های گوش بدید که درباره موضوع های مختلف صحبت میکنن الزاما فقط اخبار نباید گوش بی، چون اخبار کلماتش محدوده درباره همین چیز سعی کنید گوش بید. هر روز هر روز گوش بدید گوش دادنتون حتی میتونه به صورت غیر ارادی باشه یعنی اینکه حتما نباید فقط مثلا یک ساعت بشینید اینجوری گوش بدید میتونید کارهای دیگه بکنید ولی گوشتون آشنا باش هر چقدر بیشتر گوش بدید راحت تر میتونید صحبت کنید ای آنکارنسو یه دفتر چه داشته باشید اینجا نگاه کنید مثلا من یه دفتر چه دارم اون چیزهایی که فکر میکنم واقعا برای من مهمه فکر میکنم روز امتحان شاید بتونم استفاده کنم توی یه جمله ازش به کار ببرم توی این تو بنویس یه, یه, دفتر کوچیک قابل هم که همیشه دو جیبتون بدون باشه و وقتی که بیکاری سریع ورق بزنید ببینید چه استفاده ازش نمیخواد همه چیز رو بنویسید هر چیزی که یاد میگید فکر میکنید که یک چیزی با دانش خودتون با شناخت خودتون فکر میکنید خیلی مهمه براتون بنویسید یه اصطلاحی فکر میکنید میتونید تو روز امتحان استفاده کنید بنویسید یه کلمه‌ای که فکر میکنید میتونید استفاده کنید یه جمله ای که فکر میکنید کاربرد خیلی جنرالی داره یعنی همه جا میشه ازش استفاده کرد بنویسید خیلی بهتون کمک میکنه حالا ما فرض میکنیم شما آماده شدید برای امتحان روز قبل از امتحان چیکار کنید اگه مطالعه کردن بذارید کنار استرس بهتون میده بچه اگر شما شیش ماه خوندید که آماده بشید یه سال خوندید آماده بشید یه ماه قبل خوندید آماده بشید به اون روز قبل احتیاج ندارید روز قبل فقط به شما استرس میده درباره چیزهایی که نمیدونیدش اینو میگه مخ... ای, ای بابا اینو یادم رفت چیکار کنم درس خوندن بذارید کنار دغمه بیام خوب بخوابید حتما خوب بخوابید خواب آشفته دارید خواب کم ده فکر نکنید الان دو ساعت بیشتر می میخونید امتحان امتحان باید در وضعیت فیزیکی و روانی مناسبی باشید شبش تا اگه دوست دارید بدید تفریح بکنید با دوستاتون خوش بگذرونید پد و کافئین قهوه و چای حالا قهوه بیشتر این استرس به شما میده اگر هم قرار صبحش بخورید سعی کنید مقدار کوچیکی بخورید اینا به شما استرس میده تپش قلب میده توی امتحان میتونه تاثیر بذاره روی نتیجه که قرار بگیرید دتون دو یعنی ریلکس کنید رسپیراسیون پروفون این تکنیک رو استفاده کنید همیشه تو همه جا میتونه استفاده کنید وقتی که استرس دارید یعنی شما تنفس درستی ندارید و اکسیژن نمیرسه به بدنتون اگر سعی کنید توی مواقعی که استرس دارید اکسیژن کافی به بدنتون برسونید حتما خیلی استرستون کاهش پیدا میکنه رسپیراسیون پروفوند یعنی تنفس عمیق تنفس از شکم شکمتون بره بالا پایین قبل از امتحان این کار بکن ده بار ببینید چقدر فرق میکنه ویژوالیزیشن تصور کنید اگر فکر میکنید از ممتنتون خیلی میترسید سعی کنید یه جور دیگه تصورش کنید مثلا سعی کنید مثلا لباس دلغک فکر کنید پوشیده خیلی تاثیر میذاره سعی یه شکل خندهدار تصورش کنید از این حالت استرسی بیایید بیرون مدیتیشن سعی کنید مدیتیشن کنید آروم بگیرید یک جایی تا بتون امتحان خوبی رو سپری کنید خفقه و اون صبحش چیکار بکنید پونم پتی پونم بون پتی صبحونه خوبی بخورید بچه. صبحونه کاملی بخورید چای و قهوه سعی کنید کمتر بخورید سعی آب میوه بخورید چیزای مغذی بخورید صبح زود پاشید میتونید یک ورزش کوچولویی بکنید سرحال باشید هل کاراتون رو انجام ندید لباستون سعی کنید لباس مناسبی باشه لباسی که اذیتتون میکنه خیلی گرم باشه خیلی سرد باشه خیلی تنگ و شاد باشه نپوشید وقتی رسیدید اونجا چیکار کنید عقیب آن حواس زودتر برسید بچه ها دقیقه آخر نرسید سعی کنید یه رو نیم ساعت زودتر برسید قبلش رفته باشید دیده باشید کجاست جایی که تو هم بده اون روز امتحان نه دنبال جاش بگردید که الان پیداش کنید پیدا نکنید استرس بگیرید وقتی رسید اونجا بپرسید چیکار باید بکنید نشین یه گوشه ممکنه صداتون کرده باشم. برید از اونجا کسی که مسئولش بپرسید خب من الان چی کار کنم میگه خب مثلا منتظر بمونید صداتون یا برید فلان اتاق یا مثلا کارتش از نشون بدید پتی این توصیه شاید جاش اینجا نباشه ولی به نظرم خیلی مهمه پوتیکوان یعنی دستشوی قطعا برید دستشوی یعنی وقتی رسیدید اونجا برید دستشوی چون استرس باعث میشه که شما ممکن سر جلسه امتون دستشویتون بگیره و همه ذهنیاتتون رو برید اونجا اویتل جان استرس استرسه خیلی از بچه ها اونجا هستم که به شما استرس میدم اینو بلدی اونو بلدی اینو بلد بلدی سوبژانتیو این چی میشه این چی میشه ول کنید بچه ها قبل از امتحان قرار چی یاد بگیرید با اینا صحبت نکنید سعی کنید برای خودتون یه برنامه داشته باشید یه کتاب ببرید بخونید مثلا یا یه موزیکی گوش بدید در صورت که البته اگه صداتون میکنن صدای اونم بشنوید با این آدم صبح با, با, با بچه ها معمولا پر از استرس هم این به بقیه منتقل میکنم اصلا حضومی نداره باشون صحبت اکسپته بود استرس استرس یه چیز کاملا طبیعیه درسته ما همین این کارا رو که استرس شما کاسته بشه ولی بدونید که استرس طبیعیه من من خودم هم این دو تا امتحان دادم هم تصف دادم هم تف دادم تازه خیلی وقتا هم کارهای من بودن یعنی کسی که جلوی من بود ولی بالاخره یه ذره استرس داشتم و شما بپذیرین استرس طبیعیه فکر نکنید اوه اوه الان من میرم خراب میکنم امتحان استرس طبیعیه ب... بدونید که یه کمش نرماله آن ویزاج لو پیر آن ویزاج لو پیر یعنی بدترین چیز رو در نظر بگیر تو اگر شما یه امتحانی براتون اساسیه آه... یعنی حتما فکر میکنید بعد بگیرید اون رو سر کنید که برای خودتون دو تا شانس بذارید یعنی یه فاصله ای داشته باشید که بتونید یه امتحان دیگه ای هم بدید مثلا میدونید که امتحانا بعد بینشون فاصله حداقل یه ماه فاصله باشه تا بتونید دوباره امتحان بدید یک چیزی که توی حالا شرایط دیگه زندگی هم به شما کمک میکنه که استرستون رو کم بکنه که اصلا فوقش نمیشم دیگه بدترین شرایط رو در نظر بگیم نه اینکه بخواد شما این اتفاق بیفته ها. ولی وقتی اینقدر ترس از اون بدترین شرایط داری ممکن خراب کنه نتیجه جو اصلا فوقش نمیشم دیگه چیکار میخواد بکنم احتمالش هست دیگه من ممکنه اون ساعت نرسید میام یه بار دیگه امتحان میدم دیگه. پس بی خیالش. انقدر استرس نداشته باش پس این خیلی به شما کمک میکنه حالا تو خود امتحان وقتی دارید میرید چیکار بکنید سوایه ناتورال اینو فو پا پارل تری بچه طبیعی باشید ما تو فارسی هم تون تون صحبت نمی کنیم تو فارسی هم ما وقتی داریم صحبت می فکر میکنیم من خودم هم اینجوری دارم صحبت میکنم بعضی وقتا ممکنه یه توپقی هم بزنم فکر می کنم جمله ما عوض می کنم کلام لازم نیست مثل این مسلسل صحبت بود کی به شما گفته همچین چیزی وقتی خیلی خیلی تون صحبت میکنی احتمال اشتباه صحبت کردن بیشتر بشه مثل طبیعی صحبت کنید آروم صحبت کنید عجله نکنید بچه وقتی نمیفهمید مخصوصا صورت سوال نمیفهمید و پوه غپیتی سی توی امتحان اکسپرسیون اقل روی مهارت شنیداری شما ما نمیخوایم نمره بدیم پس یه چیزی رو اولش نفهمیدید صورت سوال نفهمید بپرسید دارید یه چیزی میخونید صورت سوال به شما دادن بپرسید اگه متوجه نشدید کس که سوادی معنیش چی میشه یه کلمه که فکر کنم اساسی نترسید اونجا بپرس تو معنیش چی میشه من نمیفهمم اون یک یا یک به شما توضیح میده با یه سری کلمات محدود چیز بدی هم نیست هم کم نمیشه نگران نباشید سه نرمال دو فرق بچه اگه فهمیدید اشتباه کردید یا اینا خب اگه سری فهمیدید اصلاحش کن ولی گیر نکنید روش و اگر یه جمله ای رو یه فعلی رو اشتباه صرف کردید هی بر نگرد هی استرس اوه اوه او اینو اشتباه تموم شد نه بچه ما اشتباه میکنیم این نرماله پس زیاد نگران اشتباه کردن نباشد ولی ما در هر صورت سعی میکنیم که کمتن اشتباه داشته باشیم توی قسمت تصف قسمت دوم شما وقت دارید یه دو دقیقه وقت دارید که نوت بنویسید حالا اون هم توی قسمت دوم کار میکنم ولی وقتی میخواید نوت بنویسید به فرانسه بنویسید فارسی ننویسید ترجمه بکنید اونجا اکریوه دون منیق لیزیب پیش، اونجا همجا به شما کاغذ و خودکار میدن سعی کنید درست بنویسید بد خط ننویسید نوتی که برده قابل خوندن نباشه به درد شما نمیخورد و سعی نوت و بچه و باید کلمه بنویسید کلمه های کلیدی که به شما کمک میکنه جمله ننویسید یه جمله دو تا جمله بنویسید وقتتون تمام میشه سعی کنید کلمه بنویسید فوی دون وتر بچه تو حافظتون بگردید اگر درباره یه موضوعی صحبت میکنید سعی کنید سری ربطش بدید به یه تجربه که داشتید سعی نکنید یه چیز نمانته و دروغ نگید دروغ هم بگید نه که بد باشه ولی سخته دروغ گفتن سختره تا اینکه شما یه موقعیت یا قبلا داشتید بر اساس اون موقعیت صحبت میکنید سعی نکنید که یه ایده خیلی آرمانی نشون بدید یعنی مثلا اگر زیاد به محیط زیست احترام نمیذارید قرار نیست اونجا خیلی چیز خوبی بگید که من فلانم و فلانم هیچ کسی ایده شما رو نقطه نظر شما رو بهش نمره نمیده شما میتونید هر ایده نقطه نظری داشته باشید فقط اون باید درست بگید پس ما اگر یه تجربه قبلا داشته باشیم بر اساس اون راحت تر میتونیم صحبت بکنیم تا اینکه بخوام از اول تا آخرش رو با دروغ بگیم که نیاز به تفکر بیشتری داره ولی میتونید مدیفی لغالیت میتونید اون واقعیتی که براتون اتفاق افتاده رو یکم تغییرش بدید که متناسب بشه پس سریع سعی کنید اگر درباره موضوع صحبت میکنید سعی از اولی چیزی رو تولید کنید سعی کنید به گذشته به اون چیزی که براتون اتفاق افتاده یا خوندید ربطش بدید هم پلیسه و زیزیتش بچا خیلی طبیعیه که شما یه سر جهات مکس میکنید میتونید پرش کنید این وقتی دارید فکر میکنه زمان برای خودتون بخواید مثلا یه سوالی به شما میده میگه اه لسه مواقف لش اه بذارید فکر کنم سه دیفیسیل هقه پوند جواب دادن بهش سخته این جمله ها رو میگیدی یکم برای خودتون زمان میخرید تا بتونید بیشتر فکر کنید سو سوژه مصام لسه دیفیسیل ها به نظرم این سوژه تقریبا سخته صحبت کردن سه تون کستیون انتقسان موضوع جالبیه سوال جالبیه جنی جمع پانسه هرگز بهش فکر نکرده بودم. طبیعیه پس وقت برای خودتون بخرید و میتونید با این جملات پر کنید مکساتون و زبان بدن زبان بدن هم بچه ها بسیار مهمه اونجا توی امتحان به زبان بدن شما نمره نمیدن ولی ممتن شما مثل همه آدم های دیگه یه دونه آدمه اگر شما یه زبان بدن نامتناسب و نامساعدی داشته باشید ناخداگاه و به صورت اتوماتیک میتونه روی ارزیابی ممتنتون تاثیر منفی بذاره یعنی من اگر مثلا بین عدو یا به یک شک داشته باشم شاید بیشتر تمایل به عدو داشته باشم چون که تجربه بدی داشتم از امتحانه با شما سوریه لبخند بزنید لبخند هم برای شما خوبه استرستون رو کم میکنه هم برای طرف مقابلتون بر ممتن با لبخند وارد شد و یه بود خوب دیگه یه چیز بدیهیه مو به نظافتتون برسید بچه من اگه بدنم یه بوی بدی بده خودم خیلی جولیده باشم تأثیر منفی داره من اگه بدنم بوی بدی بده مخاطبم شاید زیاد به حرفم گوش نده چون اصابش خود شده مته بود قط یعنی صاف بشینید بچه ها اگه ما خیلی مچاله بشینم تنفسم سختتر میشه وقتی تنفسم سختره استرس هم بیشتر میشه پس سعی کنید صاف بشینید بچه خیلی جمع و جور نرید توی خودتون صاف بشینید درست بشینید امتحانتون راحت تر خواهد پقله فا با صدای پایین صحبت نکنید خیلی بله بچه میگن عادت من. بله عادت شما ممکنه باشه ولی وقتی کسی صداتون رو نشنوه عصبی میشه هی میخواد بیشتر دقت کنه نمیشنوه و وقتی عصبی بشه من نمره کمتری به شما خواهم داد صدف نمیفهمم چی میگید پس با صدای بلند صحبت کنیم من باید بشنوم که شما چی میگید دهنتونو رو من اگر ساعت کن شما ها این چیزهایی که دارم ممکن ناخداگاه باشه ولی یه دفعه نامفهوم بشه دستاتونو رو کنترل کنید خیلی با دستاتون بازی نکنید به طرف مقابل خورد نکنید و فاصلتون رو کن کنید خیلی نرید توی حلقه اون تنتون هرچو فاصلت تو فاصلتون فاصله متناسبی باشه این هم توصیه هایی که برای این قسمت داشتیم